گردش خیمان وحشت زده خامنه ای، مزار مجاهد شهید عبدالرضا شاه وردی، فرزند دلیر مردم گلپایگان در کوههای اطراف گلپایگان را تخریب کردند. دشقیمان هراسان خامنه ای در وحشت از تأثیرات انگیزاننده مزار یک قهرمان مجاهد خلق بر جوانان و کوهنوردان گلپایگان، مزار شهید قهرمان مجاهد عبدالرضا شاه وردی که در کوههای اطراف گلپایگان مخفیانه به خاک سپرده شده بود را در یک اقدام جنایتکارانه تخریب کردند. مزدوران محل دفن این شهید را خاکبرداری کرده و سنگ قبر را هم شکستند و زمین را طوری صاف کردند که معلوم نباشد کسی در این محل به خاک سپرده شده است. مزار مجاهد شهید عبدالرضا شاه وردی که اومدن شخم زدن، این جای شخم زدنشونه که کامل شخم زدن، سنگای قبر رو کندن بردن، ولی بازم کوهنورد اومدن درست کردن، ولی دیگه نتونستن اسمشون اینا رو بزنن. توی این بیابون فقط به پدرش گفتم اجازه دفن داری، هیچی این دور بر نیست. مجاهد قهرمان عبدالرضا شاه وردی در سال 61 در زندان عادل‌آباد شیراز به دست دشقیمان رژیم به شهادت رسیده بود. دشقیمان اجازه دفن پیکر این شهید را در قبرستان شهر به خانواده وی نداده بودند و پدر عبدالرضا مجبور شده بود پیکر فرزندش را مخفیانه در کوههای اطراف گلپایگان دفن کند، محلی که کوهنوردان آن منطقه به آن دشت عبدالله میگویند. پس از این جنایت رذیلانه رژیم آخوندی، کوهنوردان آن منطقه که به محل دفن این مجاهد قهرمان آشنایی داشتند، توانستند دوباره همان محل را به شکل مزار درآورند. مجاهدان شهید زهره و زهرا شاه وردی نیز دو تن دیگر از شهیدان سرفراز خانوادگی شاه وردی هستند که در عملیات کبیر فروغ جاویدان به شهادت رسیدند. دشقیمان خامنه ای در یک اقدام جنایتکارانه دیگر مزار پدر و مادر این شهیدان مجاهد را تخریب کردند و عکس‌های مجاهدان قهرمان عبدالرضا، زهره و زهرا شاه وردی را که در این مزارها بود با خود بردند.